در آیات بر شما واجب شده است که هنگام مرگ برای والدین و نزدیکانتان وسیعت کنید. از مهمترین چیزها که آدم باید با آن فکر کند، در حالی که یقین دارد که می میرد، از مهمترین چیزها این است که به وسیعت فکر کند. عبدالله ابن عمر که خداوند از او راضی باشد می گوید، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می گوید هیچ مسلمانی حق ندارد مگر اینکه وصیت خیش را نوشته و در کنار خیش داشته باشد اگر پولی دارد وصیت کند اگر دینی دارد که بخواهد وصیت کند یا اینکه حقوقی دارد یا حق کسی برگردن گردن هر چیزی باید آرزو کند که هنگام مرگش مردم را خبر کنند نباید حتی یک شب یا دو شب بگذرد مگر اینکه وصیتش کنارش باشد برای تعدادی از مردم آماری گرفته ایم که آیا وصیتشان نوشتن یا خیر آیا وصیت داری اگر چیزی را برای وصیت کردن داری آیا وصیتت را نوشته ای؟ آنهایی که وصیتشان را نوشتند بیش از هفت درصد نبودند. آنهایی که وصیتشان را نوشتند بیش از هفت درصد نبودند اما 93 درصد اهمال کردند و وصیتشان را ننوشتند. سپس می میرد و مردم می آیند پیش فرزندانش و می گویند من به پدرتان پنجا هزار تومان قرض دادم به من بازگردانید و دومی میگوید آن اتومبیلی که به پدرتان دادم ده هزار تومان قسطش مانده است و پرداختش کنید و صاحب فروشگاه میآید و میگوید پدرتان از من خرید میکرد و من سه هزار تومان از او طلب دارم و چهارمی میآید و فرزندانش میگویند ما یادمان میآید که پدرمان به تو صد هزار تومان قرض داد آیا آن را برگرداندی میگوید بله پرداختم فقط ده هزار تومان مانده است رقمها چپ و راست میشوند عوض میشوند و فرزندان نمیدانند کدام راست است و کدام دروغ یا کدام دقیق است و کدام صحیح همه چیز به هم می ریزد و مبهم می شد. اگر پدرشان وصیتش را نوشته بود از همه اینها خلاصشان می کرد و اینکه آدم اهمیت بدهد از مهمترین چیزها این است که به وصیت فکر کند و وصیتی بنویسد که برای خود بعد از فوتش اجری را حفظ کند کار درستی است به خدا ای دوستان یعنی هر چقدر که فرزندان خوب باشند و تقی باشند و هرچقدر که پدرشان را دوست داشته باشند. ولی اگر پول بین دستانشان بیفتد و شیرینی آن را بچشند، هر کدام از آنها به این مال نگاه می کند و در ذهنش یک ماشین جدید، خانه جدید، سفر و امثال این هست و برای استفاده از این پول هیچ عذاب وجدانی نمی گیرند. مدتی قبل، من در مورد چیزهایی که خودم دیدم صحبت می کنم. که اهمیت این که انسان وصیت بنویسد را نشان میداد مدتی قبل شخصی که من او را می شناختم فوت کرد و البته او پیر نبود تقریبا سنش 55 بود ولی در اوج قدرت و سر حال بودن فوت کرد سبحان الله در بزرگراه بود که یکی از چرخهای ماشینش به طور فجیحی ترکید و به یک تیر برخورد و فوت کرد من رفتم مجلس ختمش من هم خودش و هم فرزندانش را می شناختم رفتم ازا بزرگترین فرزندش 28 تا 30 ساله بود و وقتی که مردم رفتند رفتم پیش هر سه پسرش گفتم جوانان خداوند پدرتان را بیامرزد و آنها هنوز متأثر بودند گفتم که تسلیت میگویم خداوند پدرتان را بیامرزد خداوند او را رحمت کند آیا پدرتان وصیتی نگذاشته است گفتن نه پدرمان وصیتی نگذاشته اون جوان مرد پنج و پنج سالش بود به سلامتیش اهمیت میداد وصیتی هم نگذاشته گفتم یعنی هیچ وصیتی گفتن نه گفتم ماشاءالله پدرتان پول زیادی را گذاشت واقعا مردی بود که فکر کنم کمتر از 500 یا 400 میلیون ریال نگذاشته بود نزدیک به 100 میلیون یا 120 میلیون دلار هر کدام از این سه پسر با خواهرانشان و مادرشان ممکن است هر کدامشان 60 میلیون حداقل سهم ببرند و شاید هم بیشتر از آن شاید نمیدانم با این پولی که به آنها رسیده چه می کنند؟ گفتم خب ای جوانان هر کدامتان خدا رزقتان را زیاد کند و بهتان برکت بدهد یک مبلغ بزرگی به شما می رسد من از هر کدامتان فقط دویز هزار ریال می خواهم. یعنی نزدیک به حدود شست هزار دلار یا هفتاد هزار دلار. گفتم از هر کدامتان فقط دویست هزار ریال می خواهم که از آن 600 هزار ریال جمع کنیم یعنی نزدیک به 180 هزار دلار و با آن برای پدرتان مسجدی بسازیم. ملاحظه کنید دوستان من با آنها در وقت ناراحتی و حزن و بعد از فوت ناگهانی پدرشان صحبت می کنم. گفتم که شاید از این موقعیت استفاده کنم یعنی شاید برای او انفاق بدهند. دویست هزار ریال یعنی کمتر از پول ماشینی که از اونها میخرند. شاید او و همسرش در درجه یک سفر کنند و در هتل پنج ستاره ساکن بشن. ممکن است در دو یا سه هفته بیش از دو هزار ریال خرج بکنند. سپس به همدیگه نگاه کردند و ساکت شدند. گفتم پسرا این پدرتان است و شماها هر کدامتان ارثتان کمتر از شست یا هفتاد میلیون نیست. خدا بهتون برکت بدهد هر کدام شست یا هفتاد میلیون پسرا فقط دویس هزار ریال نگفتم دو میلیون به خدا دوستان از چیزی صحبت می کنم که خودم شاهد آن بودم. به خدا یک نفرشان یک ریال هم انفاق نکرد. هر کدامشان به دومی نگاه کرد و گفت انشالله کمکاری نمی کنیم برایش خدا خیر بدهد. انشالله کمکاری نمی کنیم. کمکاری نمی کنیم صدقه می دهیم به وقتش انشالله کمکاری نمی کنیم خیلی خوب الان فرصت هست گفتند انشالله کمکاری نمی کنیم و هیچ کدامشان یک ریال هم نداد شاید پرداخت کرده باشن من نمیدانم اما حقیقتش یعنی چیزی که در سخنشان معلوم و آشکار بود دلیل می شود که این کار نکردند مگر اینکه خداوند بعد از آن هدایتشان کرده باشد امیدوارم برای همین تو اگر خواستی وصیتی را بنویسی و راست نمی توانند که دخالت کنند یا دستی در آن داشته باشند یا امثال آن و باید به آن عمل کنند چند روز قبل در مکه بودم با یکی از برادران آنجا که به دعوت اهمیت میداد راه میرفتم و او رئیس مرکز دعوت و ارشاد است اشاره کرد به یک هتل بزرگی که در نزدیکی حرم استش. یعنی اگر پنجره را باز کنی حرم را می بینی و شاید اگر چیزی بندازی بیفتد در حرم تا این حد نزدیک سپس به من گفت میدانی سپس به من گفت میدانی این هتل چقدر است میدانی قیمت این هتل چقدر است گفتم فکر می کنم کمتر از 600 700 میلیون نیست گفت این هتل صاحبش به طور ناگهانی قبل از یک ماه فوت کرد و هیچ فرزندی ندارد هیچ کس را در این دنیا ندارد الا همسرش این هتل را دارد و چیزهای دیگری هم دارد این هتل تنها یکی از ملکایش هستش شاید اگر همه ملکایش را جمع کنی سه یا چهار میلیارد است گفت این مساویس با 600 یا 700 میلیون ریال یعنی نزدیک به 200 میلیون دلار میگوید من اون را چندین بار دیده بودم و میگفتم فلانی وصیتت را برای وقت بنویس که بعد از فوتت اجرش برایت مستمر باشد تو فقط همسرت را داری که ارثت را میگیرد و او نصف مالت را میگیرد و نصف دیگر پخش میشود بین خیشاوندانت پسر اموهایت و امثال آن و خواهر و برادرانت تو فرزندی نداری که بگویی فقیرند و بیچاره اند و همسرت هم که ماشاءالله ثروتی به او میرسد او هم بزرگسال است از مال تو چیزی به او میرسد که برای خودش و همه خانوادش کافی است خب فلانی چرا وصیتت رو نمی نویسی و وصیت کنی که و وصیت کنی مثلا که خرج بشود برای افطار افتار سائم در حرم ا... کمک به فقیرانی بشود که زیارت حرم میآیند یا اینکه بگذاریش در ازدواج جوانها بگذاریش برای کفالت کردن طلا دینی کسانی که خودشان را در حرم مکی وقف کردند بعضی آمدند و وقتشان را فقط برای طلب علم گذاشتند که حقوقی ماهیانه به آنها پرداخت شود مثلا حدود ماهیانه 2000 یا هزار ریال که با آن ساکن شوند و آنها عالمی بشوند یا اینکه کتابی چاپ بشود با زبانهای مختلف پخش بشود بین زائرین حرم کتاب قرآن به زبانهای مختلف یعنی اگر تو این هتل را وقف کنی و در سال 50 یا 60 میلیون درآمد داشته باشی سپس در راه منافع دعوت و خیرخواهی خرج بشود تو حتی بعد از فوتت اجرش را هم میگیری می گفت که آن تاجر هر دفعه می گفت انشالله بدن، انشالله می بینیم. و سبحان الله هیچ شوقی نشان نداد. می گوید سپس خبر رسید که ناگهان فوت کرد و او تقریبا در سن شهست سالگی بود ولی هنوز سر حال بود. ناگهان فوت کرد و هیچ شکایتی نمی کرد از مریضی های قلب یا مریضی های سینه یا کبد یا مغز یا ریه و غیره. و این پول برای همسرش و بقیهش برای برادرانش خرج شد. به هر کدام از برادرانش شاید دویست یا 300 میلیون به آنها رسید و هیچی انفاق نشد. نگاه کن، آیا کسی از آنها برایش مسجدی می سازند یا تبرعی می دهند؟ بگذارید عجیب تر از آن را بگویم. یکی از غازی ها در ریاض. خبر مردی به او رسید که در بیمارستان فوت کرده. و وقتی که آن مرد فوت کرد نه همسری داشت و نه فرزندی و نه فامیل نزدیکی داشت نمیگویم اصل ندارد اما فامیل نزدیکی ندارد و از راه شماره شناسنامهش و پروندهش توانستند به بعضی از فامیلهایش برسند برای اینکه اموالش تحویل شد به دادگاه و قاضی که تقسیم بشود به وراس خب او خواهر و برادر ندارد پدر و مادر ندارد، خواهر، فرزند کسی را ندارد. پس از طریق دفتر ثبت احوال گشتند و سه نفر را از نزدیکترین هایش پیدا کردند. از پسران امویش که به طور مستقیم نیستند اما فامیل هستند. از طرف مادر بزرگ یا پدر بزرگ دوم ولی آنها وارث هستند. آنها نزدیکترین وارث ها هستند. این قاضی میگوید به خدا میگوید سپس دفتر دادگاه با آنها تماس گرفتند. از طریق شناسنامه توانستیم شماره هایشان را پیدا کنیم و سه نفر را دعوت کردیم به دادگاه و آمدند از وضعشان معلوم بود که نمیخوام بگم فقیر بودن نه اما از آدمایی بودند که ثروتی نداشتند میگوید سپس نشستند و در تعجب بودند که ما دعوت شده این به دادگاه آیا کسی از ما شکایتی کرده بعد گفت پرسیدم که آقای فلانی پسر فلانی را میشناسید گفتند بله تاجر فلان بله میشناسیم از فامیل های است ولی از خیلی دور و خیلی وقته که نزدیک نیستیم و دیدنی نرفت او هم هیچ وقت مهمانی هایمون، عروسی های یا شام های عید را نمی بین ما او هیچ نزدیکی نیست نمیدانم مرده است نمیدانند که مرده است به خدا فکر می کنند که مشکلی دارد برای همین قاضی از آنها درباره او میپرسد قاضی گفت خیلی خوب یعنی هیچ رابطه ای با او ندارید گفتند نه به خدا حتی شمارش هم نداریم او تاجر است و مشغول تجارتش قاضی میگوید سپس گفتم خب آن مرد مرده است خدا رحمتش کند اصلا بینشان هیچ رابطه ای نیست مرگش بانها با هیچ اثری نمیگذارد نه ناراحت می شود نه هیچ گفتند خدا رحمتش کند گفت آیا می دانید که فرزندی یا خواهری یا برادری دارد یا خیر؟ گفتند نه میان ما معروف است که نه خواهر دارد نه برادر و نه فرزندی و همسرش رو هم خیلی وقت پیش چون که نتونست بچه دار بشه طلاق داد و رفتش راستش از باقی زندگی چیزی نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم اینه که فرزندی نداشت قاضی گفت درسته ما نگاه به شناسنامش کردیم و فهمیدیم که هیچ فرزند و همسری نداره اما شما سه او هستید گفتن چه گفت شما سه او هستید هر کدام از شما ازش 115 میلیون ریال ارث دوستان من از واقعیت دارم صحبت می کنم. رقم حقیقی 115 میلیون ریال نزدیک به تقریبا اگر به دلار بگیم تا همه بفهمن چیزی نزدیک به سی میلیون دلار. قاضی میگوید که یکی از آنها قش کرد و دومی گریه کرد. گریه کرد برای آن کسی که فوت شده. خدا رحمتش کنه. و سومی تعجب کرده بود و به چپ و راست نگاه می کرد و می گفت راست میگی شوخی می کنی؟ قسم بخور واقعا؟ گفت جواب دادم بله درسته 115 میلیون ریال سپس به هر کدام از اونها چکی به همون مبلغ دادن اونان که اگه چک ده هزار ریالی بهشون بدی ممکن بود قش کنن حالا چک 115 میلیون ریالی دارن قاضی میگوید سپس با آنها گفتم وصیتی از آن مرد پیدا نکردیم آیا می توانید هر یک از شما فقط یک میلیون تبر را کنید که برایش یک مسجدی بسازیم؟ بعد اولی گفت خدا رحمتش کنه والا من میخوام قرضای خودم رو پرداخت کنم خیلی بده کارم. ای مرد این پول بدون هیچ زحمتی به دستتون رسیده و بعد دومی گفت من هم فرزندان زیادی دارم و و سومی گفت نگاه کن جمله شو گفت کسی که به خودش نف نرسوند ما هم نف نخوایم رسوند بش کسی که به خودش قبل از مرگش با وقف یا با وسیعتی نفعی نرساند از ما نفع می خواهد نفعش نمی کنیم. اگر اهمیت میداد خودش را نفع می کرد از ما طلب نمیکرد کرد که نفعش کنیم. قاضی میگوید آنها رفتند و به خدا هیچ کدامشان یک ریال هم تبرع نکرد. برای همین وسیعتت را تا وقتی که مالک مالت هستی بنویس. این هم یک داستان دیگری شخصی تاجر بود نه تاجری خیلی ثروتمند اما تاجری بود و فوت کرد خداوند رحمتش کند و تعدادی فرزند داشت و مقداری پول پول نقدی که در بانک گذاشته بود نزدیک هفتاد میلیون ریال نزدیک به تقریباً تقریبا 20 میلیون دلار این غیر از املاک و ساختمان و غیره بود که داشت پسرانش مردم را در عزا استقبال کردند و از آنها تشکر کردند سپس شروع کردن ارث را تقسیم کردند پنج فرزند داشت سه پسر دو دختر و همسرش یعنی به هر کدام از فرزندانش کمتر از هفت یا هشت میلیون نرسید یه چیزی در همین حدودا حالا این پول نقده غیر از ساختمون ها و املاک و امثال اونهایی که داشت عمویشان پیششان رفت عمویشان مرد صالحی بود و آن پدری که فوت شد این امو را خیلی دوست می داشت و به او اعتماد می کرد. و مسئول خیلی از کارهایش بود بیشتر از فرزندانش بعد از عذا آمد پیش آنان و گفت پسرها خدا پدرتان را بیامرزد خدا ببخشتش و رحمتش کند پدرتان هیچ وصیتی نگذاشته و هیچ وقفی در زندگیش نکرده پسرانم من میخواهم هر کدام از شما از این هفت یا هشت میلیونی که به شما رسیده و خواهرانتان که هر کدامشان نزدیک چهار میلیون و اینها به غیر از ها و زمین هست اگر هر کدام از شما دویس هزار تا بدهد از همه شما این مبلغ را جمع میکنیم و حدود یک میلیون می که برای پدرتان مسجدی بسازیم. سپس فرزند ارشد گفت به خدا امو این هفت میلیون زیاد نیست من خانه میخواهم بسازم و میخواهم دین هایم را پرداخت کنم و غیره گفت پسرم دویس هزار تا از هفت یا هشت میلیون ضرری به تو نمیرساند و از همه شما جمع می شود و به همسرش گفت که آن هم رد کرد و فرزندان هم رد کردند و امو گریه کرد و گفت فلانی خدا رحمتت کنه فرزندانم شماها ساختمان هایی دارید زمین هایی دارید فرزندانم دویس هزار تا، صد هزار تا که پانصد هزار تا جمع کنیم برای پدرتان مسجدی بسازیم حتی اگر شده در کشورهای دور و ارزانتر گفتن نه، آن امو ناراحت شد و از پیش آنان رفت و بعد از دو یا سه هفته یا بیشتر برای کاری به ریاض رفت و به دیدار یکی از نزدیکانش رفت و آن پول که بین فرزندان پخش شده بود هم تمام شد به دیدار یکی از نزدیکان رفت. به نهار دعوت شده بود و همه نزدیکان جمع شده بودند. از کسانی که برای نهار آمده بودند، مردی بود بزرگسال که دوست متوفا بود. دوستش اهل ریاض بود و متوفا بیرون ریاض بود. وقتی که متوفا می آید به ریاض برای کاری می رفت پیش دوستش و کارهایش که تمام می شد برمیگشت به شهرش. وقتی که آمدند و نشستن سر سفره نهار آن دوست از امو پرسید که فلانی چطور است نمیدانست که فوت کرده به او نگفته بودند گفت از او خبر نداری گفت نه به خدا گفت خدا رحمتش کند فوت کرد گفت بله مرد سه هفته قبل فوت کرد تسلیت میگویم خدا رحمتش کند و خدا بیامرزتش گریه کرد و گفت لا حول ولا قوت الا بالله چرا کسی به من خبر نداد و هیچ کس به من چیزی نگفت گفت به خدا ببخشید پسرانش رابطت را با او دانند و شمارت را هم ندارند گفت خب وسیتی نگذاشت چیزی نگذاشته است آن مرد به عمو گفت وسیتی نگذاشت گفت نه به خدا خدا هدایتش بدهد ای کاش وصیتی میکرد قبل از مرگش سپس آن دوست گفت چرا او وصیت کرده و وصیتش پیش من است دو ماه پیش آمد پیش من و نوشت سپس درباره آن وصیت صحبت کردیم و فردایش رفتیم پیش قاضی در ریاض و وصیت را دادیم به قاضی و قاضی گفت فردا بیا تا خط و موثق بشود سپس او رفت و سفر کرد و گفت فلانی وصیت را بگیر و برایم بفرست یا اینکه اگر بار دیگری آمدم از تو میگیرم میگوید گرفتمش و الان هم پیش من است و در دادگاه هم موثق است و وصیت کرده که یک سوم مالش برای خیریه باشد امو گفت الله اکبر زود باش بیاورش میگوید بعد از اینکه ناهارمان را خوردیم رفتیم به خانهاش و برایم وصیت را آورد و آن را گرفتم و رفتم به کشورم و بلافاصله رفتم دادگاه و سپس قاضی فرزندان را دعوت کرد و از هر کدامشان یک سومه. آن پولی که به آنها داده شده بود را گرفت برای اینکه وصیت کرده بود به یک سوم آنها که بخیل شدند به صد هزار سپس مبلغ عظیمتری از آنان گرفته شد برای همین از امروز وصیتت را بنویس اگر دینی داری، حقی داری، خیری داری، وسیعت کن که برای این و آن باشد. تا وقتی که مالک مالت هستی و هیچ کس غیر از خدا بر تو فضیلتی ندارد، عجله کن و وسیعتت را بنویس از همین لحظه.